بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام و مجموعه خبرهای این ساعت من ولایتی زاده خوش آمدید سرخط مهمترین های روز بر طبیق افتادن انتخابات برای سال آینده خورشیدی افزایش 43% حاصل تریاک در افغانستان خواست جامعه مدنی از حکومت بر نقض تحصیل بازگشت مهاجرین افغان از اروپا و معرفی برنامه صد روزه دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه تفسیر خبرها انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها تا سال آینده برگزار خواهند شد ریاست جمهوری میگوید که اعضای کمیسیون نو انتخابات زمان دقیق آن را روشن خواهند ساخت اما برگزاری انتخابات پیشرو وابسته به شکست گروه های حراس افکن در افغانستان است جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش عمر جویا دنبال کنید. حکومت افغانستان پاییز امسال را برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان شورای ولسوالی ها تعیین کرده بود. اما حالا موضوع وارونه شده است. امسال هیچ گونه انتخاباتی در افغانستان برگزار نخواهد شد. چرا که ریاست جمهوری برگزاری انتخابات پیش را برای سال آینده قرار می گذارد. آن هم مشروط بر این که گروه های حراس افغان در افغانستان شکست بخورند. محمد عمر جویا، آماج نیوز، کابل. حاصل تریاک در افغانستان نسبت به سال گذشته 43% افزایش یافته است. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که کشت خشخاش در سال روان 10% نسبت به سال پار افزایش را نشان می‌دهد. در همین حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از انتقال ماشین‌های تولید مواد مخدر از بیرون به داخل افغانستان توسط گروه‌های حراس افکن نگران است. بشیر احمد خیرزاده با جزئیات بیشتر. مقام‌های عالی رتبه که مأمور از بین بردن کشتزارهای کوکنار و مبارزه با تولید مواد مخدرند اعتراف می‌کنند که در کار مبارزه با این پدیده خطرناک نه تنها پیروز نشدند بلکه به عقب نیز برگشتند. زیرا کشتزارهای کوکنار که در سال پسین 183 هزار هکتار بوده است اکنون به 201 هزار هکتار زمین رسیده است. بزرگترین کشتزارهای کوکنار در ولایت هلمند به مساحت 80 هزار هکتار می رسد. گسترش دامنه ناامنی ها در افغانستان فرصت ورود ابزار و ماشین های مدرن را برای تولید مواد مخدر را در افغانستان افزایش داده است. بشیر احمد خیرزاده، آماج نیوز، کابل. اعضای گروه کاری مشترک جامعه مدنی با تاکید بر عدم آمادگی افغانستان برای پذیرش 80 هزار مهاجر از اروپا از دولت کابل خواسته تا معاهده خود با اتحادیه اروپا را لغو کند. فعالان مدنی میگوید که اکنون حدود 1.5 میلیون نفر در داخل کشور آواره شدند و رسیدگی با آنها با مشکلات بیشمار همراه است. با باور آنان افغانستان در حال حاضر با مشکلات هزاران مهاجری که از کشورهای همسایه برگشتند دست و پنجه نرم می کند و دولت تا هنوز نه تنها موفق نشده است که ضرورت‌های نخستین برگشت کنندگان را تامین کند بل هیچ هم برنامه کاری نیز دیده نمی شود که ضامن تامین سرپناه یا وظیفه برای آنان باشد. این خواست‌ها در حال مطرح می شود که افغانستان در جدول مهاجرت جهان جایگاه دوم را کسب کرده است. و این هم خبرهای خارجی. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در سخنرانی تازه‌اش در ایالات پنسیلوانیا برنامه کاری صد روزه خود را معرفی کرد. در عین زمان هیلری کلینتون در حالی که به مبارزات خود ادامه داد گفت خشم و عصبانیت برنامه ریزی نیست. کمپاین ترامپ با اتهامات تازه برخورد نامناسب جنسی با یک زن دیگر بیشتر بحث برانگیز شده است. اما آقای ترامپ گفته است علیه تمام زنانی که بر وی اتهام جنسی کرده و بر مبارزات انتخاباتی وی صدمه زده است بعد از انتخابات اقامه دعوا خواهند کرد. عزیز پاییز با گزارش بیشتر. دونالد ترامپ در سخنرانیش گفت وی توافق تازه جدید شرکت تایم واردر توسط شرکت پیشتاز خدمات تلفنی AT&T را بعد از نتایج انتخابات 8 نوامبر از بین خواهد برد که یک مثال ساختار قدرتمند علیه وی و رای دهندگان است. ترامپ با نارضایتی گفت موضوعات را در قصر سفید مطرح خواهد کرد. آقای ترامپ همچنان از تهدیدهای تازه که از شرکت‌های خبری در آمریکا بر علیه وی دامن زده شده است گفت آنها غیر منصفانه تبلیغات نامزد دموکرات را پوشش می‌دهد. ترامپ کسانی را که بر وی اتهام جنسی بستند دروغ خطاب کرده است و گفت که این همه از جانب دموکرات‌های تنظیم شده است. عزیز پاییز، آماج نیوز، واشنگتن.
این بود خبرها تا این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاس. خداوند نگهدار.